رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین‌های انتخاباتیشان وعده‌های زیاد به جوانان سپرده بودند. تمرکز روی اصل شایسته سالاری، تخصص و فراهم ساختن زمین‌های تحصیلی برای جوانان باعث شد تا جوانان در دو دور انتخابات بیشترین هارا را در صندوق‌ها بریزند. اما حالا که نزدیک به دو سال از عمر این حکومت می‌گذرد، آیا وعده‌های داده شده تا به حال عملی گردیده است یا خیر؟ و هایا نادیده گرفتن خواستهای قانونی جوانان فضای بی‌باوری را نسبت به حکومت ایجاد نخواهند کرد؟ درود و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه آغاز روز با من شفیع کریمی هستین و مهمان من در استودیو آقای خالد رامزی رئیس عمومی حرکت سفید. شما خیلی زیاد خوش آمدید بگم آقای رامزی. ببس مستعد تشکر. در آغاز شما منحیث یک جوان کارکرد دو ساله حکومت وحدت ملی در قسمت جوانان چگونه ارزیابی میکنید تا این دم؟ با عرض سلام خدمت شما و تمامی همکاران شما، عید سعید اظهار خدمت همه بینندگان گرامی شما تبریک میگم. قسمی که امی ما شما شاهد هستیم در حامیان اصلی و درست پروسه های دموکراسی خصوصا انتخابات در افغانستان جوانان بودن و خوشبختانه جوانا توانستند که با نقش خود، با نقش آفرینی خیلی درست و منظم خود در انتخابات های گذشته اشتراک خیلی بیشتر داشته باشند و جوانا و مردم از سوق بتن به طرف تمامی پروسه های دموکراتیک خصوصا انتخابات. خوشبختانه جوانا با امو نقش که ایفا کردن، اگر ما شما بیاییم در دو قسمت یعنی بررسی بکنیم نقش جوانا را در حکومت وحدت ملی که بر از اینا چقدر فرصت و نقش داده شده، در دو قسمت میتونیم این خیلی خوب بررسی بکنیم. یکی که در مرحله آغازین یعنی در مرحله شکلگیری یا ایجاد یا تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان و یکی هم در مرحله بعد از اینکه ایجاد شد و تا فعلا که حکومت جریان داره و ما شما در حکومت داری وحدت ملی قرار دارد. آنچه که جوانا عبرت گرفته بودند و درس گرفته بودند از نبود حکومت داری خوب، از نبود و از عدم شایسته سالاری در حکومت های قبلی، اینا را وادار ساخت تا در انتخابات و در پروسه های دموکراسی بعدی نقش خود به شکل درست و اساسی ایفا بکنند. خوشبختانه اینا ایفا کردند، اینا زحمات فوق العاده را کشیدند در دو انتخاباتی که در انتخابات دور اول و در انتخابات دور دوم و یک انتخابات به چالش کشانیده شد، برای تمامی جوانان یک ضربه خیلی محکم در این جهت پدید آمد و نایل گردید که اینا از تمامی پروسه های دموکراتیک در افغانستان دلسرد شدن و این را درک کردن که دیگه امو ارزش جایگاه خود آیستای سرزی ساده و انتخابات رفت به طرف تقلب. در این قسمت جوانا قسمی که ما شما شاهد هستیم تانستن که اگر یک بود دیگه هم در اینجا خاطر نشان بسازیم، این که جوانا اصلا تعدابگذار یا بنیانگذار حکومت وحدت ملی افغانستان است. بنان بر جوانا در حکومت وحدت ملی افغانستان بیشتر از هر حکومت، بیشتر از هر دوره دیگه که در گذشته بود، در دوره آقای کرزی سهم بیشتر داده میشد، چون همین جوانا بود که توانستند با تحصن های مختلف خصوصا در دور دوم که انتخابات به چالش کشانیده شد که هر دو تیم وادار بسازند تا از حق از اینا دفاع بکنند، چون اینا رای داده بودند. یک موضوع. موضوع دومی که بر جوانا چقدر نقش داده شده در حکومت وحدت ملی، متاسفانه و بدبختانه باید بگوییم که حتی آنچه که در حکومت قبلی بود از امروزه کرده خوبتر و منظمتر و دقیقتر بود. متاسفانه در حکومت وحدت ملی قسمی که ما شما شاهد بودیم هر دو تیم در جریان مبارزات انتخاباتیشان خصوصا اینا از جوانان، از احساسات جوانان خیلی استفاده کردند و شعارهای مختلف سر میدادند به نفع جوانان که ما اگر در قدرت بیاییم و سر قدرت شویم بر جوانان این کار میکنیم، این کار میکنیم و غیره. اما متاسفانه که اینا به وعده هایی که داده بودند نتونستن عملی بکنن و نتونستن خود تحقق ببخشند. ما منعیس یک جوان امروز متاسفانه ای را خدمت تمامی بینندگانش میگم که آنچه در حکومت وحدت ملی جریان داره در حق تمامی جوانان جفا است. ما دوباره رفتیم به طرف عمو چهره ها و به طرف عمو جوانایی که
تاریخشان به انقضا رسیده بود در گذشته و اونا دیگر ایجاب نمیکرد که در حکومت وحدت ملی هم سهم داشته باشند. اما متاسفانه امروز ما میبینیم که در چوکی های اول در ارگ و در تمامی مسائل هم اونا هستند و نقش درست و خوب بر جوانای تحصیل کرده و بر جوانایی که تازه روی کار آمدن و هیچ وابستگی با گروپا و سمتا و اعضاب دیگر ندارن و جوانای پاک و صاف و صادق از وطن هستند، بر از اونا نقش داده نشد. امیدوار هستیم که در 3 سال که باقی مانده از عمر حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت وحدت ملی آنچه که میتونه حکومت وحدت ملی را موفق بسازن، نقش جوانان در تمامی سطوح مختلف حکومت وحدت ملی است. پس زمانی که شعارهای دوره کمپاین انتخاباتی تا به حال عملی نشده و همچنان اصل تخصص 60 سالی بر زمینه کار و تحصیل برای جوانان فراهم نشده، چرا جوانان تا به حال خاموشن؟ چرا صدا بلند نمی کنند؟ در این قسمت باید بگویم که خوشبختانه جوانان نیستن خاموش، یعنی کارها و برنامه‌های مختلف روی دست گرفتن. امروزه ما شما یک ابزار در خدمت کل ما شما است و به طور مجانی این شبکه‌های اجتماعی است. ما شما می‌بینیم امروزه که جوانان آنچه که واقعیت است می‌نویسند، آنچه که واقعا برای جوانان باید داده می‌شد و سپاریده می‌شد در حکومت وحدت ملی می‌نویسند. همیشه حامی حقایق بودند. به طور مثال یکی از نمونه‌های بارزی که در حق جوانان در حکومت وحدت ملی جفا شد، یکی خوب باید در حکومت وحدت ملی ما خیلی خوشبین بودیم از اولش که سهمیه بندی ها برای جوانان از بین بره، یعنی به این معنا که تمامی جوانای افغانستان که 65% از نفوس کل کشور را تشکیل میتن، اینا را وابسته به یک وزارت یا دو وزارت یا یک معینت نسازن. اما متاسفانه آنچه که اینا وعده داده بود او خو یک طرف عملی نشد. اما گپ دیگه ای که متاسفانه که امو یکی یا دو نهاده که مربوط جوان ها میشد که اینا به شکل درست و منظمش برای جوان ها کار میکرد، همو هم ملوث شد با بعض چهره هایی که اونا نه جوان هستن و نه از جوانان نمایندگی میکنن و نه نقش درست و اساسی را میتونن ایفا بکنن. مثلا مثال عمده و اساسیش ما شما میتونیم از موینیت جوانان کشور یادآوری بکنیم. در موینیت جوانان باید شخص می بود که واقعیت صلابت لازم به این کار می داشت و این معینت می داشت و واقعا شایسته از این پست می بود. امروز ما شما شاید یک شخص هستیم که ما خیلی خوب است چون یک جوان هستیم رو راست صحبت بکنیم. جناب معین صاحب نمی تانه کانشه واقعا شایسته جوان های افغانستان است اینا او را برآورده بسازه و کارهای چشمگیر در قسمت موضوعات مختلف برای جوان ها داشته باشه. تمامی کارها و برنامه‌ای که تابال از آدرس موینیت جوانان افغانستان صورت گرفته به طور نمایشی و یا به طور خیلی خودنمایی است. ما ضرورت به عکس فیسبوکی، ما ضرورت به تبلیغات خودی نداریم. ما یک موین ضرورت داریم که به واقعیت و بیایه. اگر آل ما را وابسته ساختن به یک موینیت، ما به یک موین ضرورت داریم که بیایه ملی بیندشه به سطح تمامی کشور، وابسته به یک قوم مشخص کار نکنه و تمامی جوانان را انسجام بده. حداقل یک مینیت کس بتونه که صدای بخش عظیم از کشور بلند بکنه. بله، شما که گفتین آقای موین در مینیت جوانان لیاقت از این چوکی را نداره، ولی اونا به این باور هستن که ما بر جوانان خیلی زیاد کار کردیم، زمینای تسهیلی فراهم ساختیم، برشان بورسیه ها دادیم و همچنان یک دستاورد بزرگشان پارلمان جوان یادآوری میکنن. دیدگاه شما جایی رابطه چی است؟ کار چشمگیر مینیت جوانان متاسفانه که قابل ملاحظه نیست و اصلا کدام کار چشمگیر و کار مثبتی که در قسمت زندگی واقعی جوانا به شکل درستش تاثیرگذار بوده باشه نکرده و انجام نداده. ای که عرف جناب موین صاحب حرف از بورسیه ها و از چنین مسائل میزنن، امروز ما شما شاهد هستیم که به ده ها و صدها نهاد موجود است. حتی این نهادها میتونه که جوانا رو به شکل مجانی یا با تخفیف ویژه با نهادهای تحصیلی معرفی بکنه. اگر بیایم در عمر 2 ساله موینیت که حدود 2 سال میشه موین صاحب مسئولیت از این بخش جوان ها را داره و پیش میبره، عمده ترین و امو بزرگترین کاری که جناب موین صاحب کرده امی پارلمان است. اما متاسفانه پارلمان هم بردن به طرف یک قوم مشخص که امروزه او مورد قبول اکثریت جوان های کشور نیست و او را قبول ندارن. بناهن ما منعیس فعال حقوق جوان ها و منعیس یک تن از فعال که در میان جوان ها همیشه کار کردیم و همیشه واقعیت گفتیم بر مردم و بر جوان های خود، به این درک رسیدیم که فعالیت های
معینیت جوانای افغانستان چشمگیر نبوده و اصلا قابل مقایسه حتی با جناب مهندس صاحب قبلی نیست، اگر به شکل مقایسوی ما بحث بکنیم. بنابراین ما خیلی زیاد امیدوار هستیم که حال حداقل یک معینیت که بر ما ماندن تا وزارت ها وعده داشته بود برای جوان ها، در کنار از اینکه سهمیه بندی ها از بین برده شود و جوان ها را وابسته نسازند به یکی دو وزارت یا یک معینیت یا یک بخش خیلی کوچک و خرد، بیاین امی معینیت که هست ایره به شکل انتخابی جوانای خیلی دانا و دانشمندی که ما شما امروز در جامعه خود داریم که از بطن جامعه هستند و از تمامی مشکلات و موضوعاتی که مربوط جوانا میشن اینا آگاه هستند، اینا را فرصت بتن و اینا را وقت بتن تا بیان با یک پروسه شفاف و دور از تمامی موضوعات قومی و تعصبی و دیگه گپا اینا بیان وارد میدان و این مسئولیت اینا پیش ببرن. حکومت به این باور است که تعداد زیاد از جوانان در پست های بلند حکومتی اونا گماشتن و میگن که ما زیادتر از همون شعارهایی که در دوران کمپاین انتخاباتی داده بودیم اون را عملی کردیم. شما به چی باور هستین؟ آیا واقعا چنین است یا خیر؟ قسمی که در اول اشاره کردم متاسفانه که نه، ما قتل رجال یک وقت در مجلات و در کتاب ها و در شنیده بودیم از بزرگا، متاسفانه ما شما در عمر حکومت وحدت ملی را به چشم سر خود میبینیم. قتل رجال یعنی به این معنا که فقط در تمامی کشور ما شما افغانستان با همه قدر قشر تحصیل کرده که سرازیر شد از کشورهای مختلف آمدن، ما تنها همی احمد و محمود نداریم که در جناب رئیس جمهور و جناب رئیس جایه اینا رو فقط انتخاب میکنه به اون پوستای کلیدی خلاص. ما در اینجا به صدها و ده ها جوان دیگه داریم که خیلی توانمندی های بسیار زیاد خوب، توانمندی های بسیار زیاد بالا دارن نسبت به این کسایی که فعلا در رده های بلند حکومت داری کار میکنن. من فکر میکنم که نخیر، امو چهره هایی که در گذشته و امو چهره هایی که در اول قسم گفتم که تاریخشان رو به انقضا شدن بود، تاریخشان انقضا شده بود، دوباره فقط بعض از امو چهره ها روی کار شد و دوباره آمدن در قدرت و امونا است. زمینه برای جوانان جدید و جوانان تازه نفس و جوانانی که تازه آموختن و یاد دارن و چیز فهم هستن برای اونا داده نشد و نیست. شما را از جوانان در این کشور فرار برقرار ترجیح میتن و همچنان ای که ما در حکومت وحدت ملی شاهد از این بودیم که خیلی از جوانان از کشور فرار کردند. علت از فرار جوانان در کشور در چی میدانید؟ و آیا ناکارگی حکومت وحدت ملی باعث فرار جوانان از کشور شد و آیا دلایل دیگر هم دارند؟ دقیق. 3 سال قبل ما در جریان فعالیت هایی که برای جوانان داشتیم پیش بینی کرده بودیم که بالاخره روز چنین شرایط حاکم میشه که جوانا و همه رو به مهاجرت های غیر قانونی میرن و از اون وقت تا به حال خوشبختانه برنامه و کارهای مختلف را هم روی دست گرفتیم. و اگر بیایم به عمر حکومت وحدت ملی، متاسفانه که یک چیز دیگر هم میخوایم اشاره بکنم که حکومت ها ولو با هر شیوه که تشکیل شود و ایجاد شود، اما مشروعیت لازم خود را میتونه که توسط ارائه خدمات حکومتداری خوب به دست بیاره. و متاسفانه که حکومت وحدت ملی در قسمت ارائه حکومتداری خوب ناکام بوده و این ناکامی ایره کل ما شما باید بپذیریم که باعث شد یعنی جوانایی که در کشور وجود حضور داشتن بودن، دانش داشتن، توانمندی داشتن، امروزه ما شاهد ازی هستیم که جوانایی که حتی از یک زندگی بسیار خوب و مرفه برخوردار بودند در کشور دست به مهاجرت های غیر قانونی زدن و رفتن، حتی با قیمت جان خود بازی کردن و کشور را ترک کردن. دقیقا که علت های مختلف دارند، چند علت که میتونیم برای شما یادآوری بکنیم و برای بینندگان گرامی، یکی از دلایلش ناهمنی است. ناهمنی در مقایسه با حکومت آقای کرزی خیلی چشمگیر شده و در مناطق مختلف کشور امروزه ما شاهد ناامنی های مختلف هستیم. این یک مسئله. مسئله دوم موضوع شغل است یا کار است که متاسفانه در کشور همه روزه ما شاهد بلند رفتن نرخ بیکاری هستیم و به بیکاری جوانا و به نرخ بیکاری در میان جوانا همه روزه افزود میشه و فرصت های خوب کاری برای اینا مساعد نمیشه و حکومت در این قسمت هم ناکام بوده. سیومش هم میتونه که موضوعات تحصیلی باشه. زیادتر از جوانای ما از صنف 12 فارغ میشن، زمینه از این نیست که اینا جلب و جذب شون به مؤسسات تحصیلات عالی
و بالاخره اینا در یک به سرنوشتی تمام مجبور میشن که کشور را ترک بکنن و برن. اگر در این قسمت حکومت کارهای چشمگیر و کارهای اساسی و عمده را روی دست نگیره که چشمگیر باشه و قابل ملاحظه باشه، بیم از این میره و خیلی هم فعلا تحقیقات و بعض چیزهایی که نشر شده نشاندهنده از این است که جوانایی که در کشور باقی میمانند و میمانند، اگر اینا براشان زمینای خوب کاری و شغلی و تحصیلی ایجاد نشه، اینا رو میرن به گروپ های افراطیت و به گروپ های افراطی مانند داعش، مانند گروپ های طالب و دیگه گروپ های دشت افغانی که در کشور موجود است و اینا برحله حکومت و برحله مردم خواد جنگیدن و فعلا همی آمارا و بعض موضوعاتش در سایت های مختلف و در خبرگزاری های مختلف نشر شده. حالا حکومت تصمیم برهی داره که تعداد زیاد از جوانان که رفتن به خارج از کشور دوباره اونا را به کشور برگردانند و از اونا استفاده در کشور خودشان بکنند. زمانی که اینا یعنی فرار برقرار ترجیح دادن و رفتن به کشورهای خارجی، دوباره اینا را برگشتاندن چی مفهوم را داره؟ آیا واقعا برایشان فضای تحصیلی به کار فراهم میسازه یا بازم مثل شعارهای دوران انتخاباتی فقط شعار میمانه و در حمل پیاده نمیشه؟ اول یک چیز را باید بگویم که فرار در اصلش خوب نیست، ولو وطن آدم در هر شرایطی که باشد وجیبه تمامی ما شماست که باید درش حضور داشته باشیم و در همونجا کار بکنیم. قبلا یادآور شدین که ناامنی هم جزء از این فرارها تشکیل میده. خب مسئولیت جانی هم یک موضوع خیلی اساس است، باید حداقل بر خاطر مسئولیت جانی بعضی از کسا میخوان که از این کشور برند. پس زمانی که ما کشور خود دوست داشته باشیم و باید در این کشور باشیم، وقتی که امنیت تامین نباشه یک شخص چگونه در این کشور زندگی بتونه؟ اما بازم تنها نمیتونه که موضوعات یا چالش های امنیتی منجر به این شوه که آدم تمامی کشور را ترک بکنه. ما شخصا یعنی مخالف از این هستم که جوانان وطن ترک بکنن و فرار بکنن. اما آنچه در اینجا خیلی مهم و اساسی و گپ اصلی است ایست که حکومت اگر کدام پیش زمینه یا فرصت را بر از این جوانایی که فکر میکنم 800 هزار گفتن که از آلمان دوباره اینا به کابل و افغانستان آورده میشن، بر از اینا اگر ندارن یک زمینه خوب و فرصت کاری خوب نمیتونن ایجاد بکنن، بنان خوب است که اینا را بگذارن به معالت خودش و در اون کشورها اینا به سر ببرن که بالاخره گرچه اونا هم در یک حالت بی سرنوشتی کامل به سر میبرن. اما در اصل منعیس یک جوان برای کل ما شما این واجب است که به وطن خود باشیم، ولو هر شرایط و هر مصیبت و هر بدبختی کس هیچ وطن نمیتونه که با هم شکل وطن خود ما شما باشه و ارزشی که امروزه ما شما در وطن خود داریم ایره نمیتونیم که در هیچ کشور بیگانه به دست بیاریم. خواست عمده جوانان از حکومت وحدت ملی چیست؟ خواست عمده جوانان از حکومت وحدت ملی در سه بخش است. سه بخش عمده و اساسی. موضوع اولیش امی است، امی که امنیت است. امنیت امروزه همه ما شما داد از نبود امنیت و صلح سرتاسری در کشور حرف میزنیم و میزنیم. حرف اول جوانان همیشه که شعار سر دادن و گفتن و خواستن از حکومت ایست که باید در سرتاسر کشور امنیت برقرار شود، چون در نبود امنیت همین پیشتر که ما شما صحبت کردیم و حرف زدیم مهاجرت ها و دیگه موضوعاتی که از جوانان دست میزنن و کشور را ترک میکنن. موضوع دوم فرصت های تحصیلی برای جوانان باید ایجاد شود. امروزه ما شاهد ازی هستیم که به صدها هزار جوان از مکاتب فارغ میشن، ولی برای اینا زمینه نیست که جذب شوند به مؤسسات تحصیلات عالی و اینا در یک بسرنوشتی کامل به سر میبرند. موضوع سوم موضوع اقتصادی است. یک چیز باید خاطر نشان بسازیم که در افغانستان متاسفانه جوانان یک حرف به اشتباه گرفتن. دولت های مدرن و دولت های امروزی وظیفه اصلیشان این است که برای هر جوان ما خودت احمد محمود کار پیدا بکنه، یعنی وظیفه پیدا بکنه، بلکه وظیفه دولت ها این است که زیر ساختارها و ساختارهای اساسی از جامعه را شکل بده، تشکیل بده، آماده بسازه به شکلی که خود جوان ها و خود مردم وایسای سر رونما بیاین داخل میدان و خود از اینا بر خود وظایف و کارهای مختلف ایجاد بکنن. و موضوع سیم هم برمیگرده به موضوع اقتصادی که موضوع بیکاری است و جوانان در نبود
کار درست و شغل درست به سر میبرند و خاص از اینا ای است که حداقل همی ساختارها و زیر ساختارهایی که در یک کشور باید حاکم باشه در یک دولت ایره حکومت وحدت ملی افغانستان باید بر اینا فراهم بسازه تا اینا بتانند که کارها و برنامه‌هایی که در آینده دارن عملی بسازند. نامانگی میان نهادهایی که برای جوانان کار میکنند چقدر، یعنی بر اساس ای که یک کار یک نهاد میکنه بعدش هم یک نهاد دیگه از روی از او کپی میکنه یا به هر شکل دیگر، یعنی این ناهمگی ها چقدر میتونه که فضای بیباوری حکومت نسبت به جوانان تشکیل بده و بود ای که حکومت بتانه بین از این جوانان یک جوان نخبه انتخاب بکنه چقدر برش دشوار میشه؟ واقعا این ناهمگی ها چقدر میتونه که سبب همه مشکلات جوانان در جامعه شوه؟ بسیار سوال بجا و بسیار سوال مهم و اساسی که همه جوانان و بینندگان باید این را بدانند. چند روز قبل تحقیق میکردم بالای یک موضوع، دریافتم که در کشور هندوستان 32 لک، یعنی 3,200,000 نهاد مدنی و نهادهایی که برای جوانان فعالیت میکنه در این کشور موجود است، یعنی ثبت و راجستر شده حکومت هند است و تمامی از این نهادها به جز از 2% از اینا 98% از این نهادها مشخصاً در قسمت فقر، در قسمت موضوعات تحصیلی و در قسمت موضوعات خانوادگی کار میکنند. ولی تمامی از اینا با یک همدیگر پذیری تمام، با قوت تمام و با اونمو یک هدف مشخص روی یک خط کارشان جریان داره و ادامه داره. اما متاسفانه در افغانستان چی است؟ در افغانستان با ای که تمامی نهادهای مدنی و انجوا و نهادهایی که برای جوانان فعالیت میکنه تعدادشان از 10,000 نهاد بالاتر نیست، یعنی ثبت و راجستر شده که هستند. ولی متاسفانه آنچه که در افغانستان حاکم است نبود همدیگر پذیری است و هی نبود همدیگر پذیری باعث شده که نهادهای جوانه در یک بی سرنوشتی و در یک حالت خیلی بد قرار بدن. آنچه که ما شما شاهد هستیم همدیگر پذیری چی در میان اقوام، چی در میان نهادها و چی در میان اقشار مختلف جامعه حاکم است و خوشبختانه همی نبود همدیگر پذیری در میان نهادهای جوان هم حاکم است. ای که یک برنامه را مثلا نهاد ما یا نهاد احمد یا نهاد محمود یا شخص فلانی عملی میکنه و او را پیش میبره، دیگه نهادها باید بره در کنار روی استاد شود و هماهنگی بکنه، همراهش کار بکنه و دست به دست هم بتن تا یک برنامه جذابتر، خوبتر و قویتر تشکیل شده به وجود بیاد. اما متاسفانه که در افغانستان تا به امروز با هان که من خودم شخصا یکی از کسایی هستم با تیم و اعضایی که ما داریم در این قسمت خیلی کارهای چشمگیری را انجام دادیم، گفتیم اگر بتانیم حداقل زیاد نه 20 نهاد یا 30 نهاد ما منسجم بسازیم تا صدای جوانان از یک لاسپیکر بلند شود، از یک تریبیون بلند شود، اما متاسفانه نتونستیم. ولی با آن هم امیدها و حرفای خوب خود در این قسمت از دست ندادیم و امیدوار هستیم که بزودی بخیر ما بتانیم که یک شبکه کلان از جوانان را تشکیل بدیم و ایجاد بکنیم تا الگو و صدای تمامی جوانان کشور را بلند بکنیم. پس به نظر شما جوانان در این کشور هم دست نیستند و هم صدا نیستند، همین دلیل شاید هم شبه که حکومت نتونه از بین جوانان شخص نخبه را انتخاب بکنه و یا هم جوانانی که میخواهند که بر ضد حکومت شعار بدن یا یک حق خود از حکومت بگیرن، چون حکومت در زمان کمپین انتخاباتشون خیلی زیاد بدها به جوانان کرده بودند، ولی ایده از جوانان هم شاید باشند که حکومت یعنی کارای شاید بپذیرند و بگویند که حکومت درست کار میکند. امی باعث شده که امی ناهمگی ها میان جوانان و همسرا نبودنشان که حکومت هم یعنی زیاد هم در فکر جوانان نباشند و مو اشخاصی که خیلی نزدیک به رهبران حکومت وحدت ملی است همونا رو در پست های بلند حکومتی داشته باشه و دیگه جوانان هیچ. دقیق، ناهمگی طبعا قسمی که قبلا اشاره کردیم در میان جوانان است و در یک ناهمانگی تمام اینا پیش میرن. و یک حرف دیگه هم در این قسمت فراموش ما نشه که باید بگویم که متاسفانه جوانان امروزی ما شما متکی به خود نیستن. متکی به خود یعنی به این معنا که جوان امروزی ما شما نباید احمد محموده که در گذشته قتل کرده، چور کرده، چپاول کرده و به صدها غارتگری و کارهای خراب دیگر در این کشور و یکی از ناقضین حقوق بشر بود انجام داده، امروز او را برای خود الگو قرار بدن و او را رهبر بگن و او را احمد و فلان و بسمتان صدا بزنن و خطاب بکنن. جوان امروزی ما شما باید الگویش علم باشه، الگویش دانش باشه، الگویش باید حقوق بشر باشه، الگویش باید آزادی باشه، الگویش باید عرف باشه که خودش آموخته از استاد خود، از مکتب خود، از فاکولته و از پانتون خود.
اما متاسفانه جوان امروزی ما شما در کنار از اینکه در یک ناهمخوانی تمام به سر میبریم، میای احمد و محمود الگو قرار میته و متکی به ارزش ها و دانش و توانایی خود نیست. ما از طریق تلویزیون شما بر تمامی جوانان و بر تمامی بینندگان شما میگم که وقت از این است که ما شما احمد محمود دوباره رهبر بخوانیم و دوباره اونا را بالای خود وقت بدیم. دنیا خیلی تغییر کرده، علم و دانش جایگاه خود را پیدا کرده و ما باید توسط از این علم و دانش که آموختیم جایگاه خود را در جامعه حفظ بکنیم، نه با ای که با تملق گرایی، نه با ای که بریم به طرف ای که احمد رهبر قوم وابسته به او باشیم یا ای که محمود رهبر قوم شماست شما وابسته به او باشین، بلکه متکی به ارزش ها دانش و توانایی خود ما باید به پیش بریم و هماهنگی تمام در میان جوانای خود باید ما ایجاد بکنیم. و در جنبندی حکومت باید چی مکانیزم را به دست بگیرد تا این مشکلات جوانان کاهش پیدا بکنه و جوانان هم فضای باور نسبت به حکومت ایجاد شود؟ حکومت باید در اولم کم اشاره کردیم که سهمیه بندی ها را از بین میبره. ما را آوردن قید کردن در یک مهینیت. تمامی جوان ها که 65% نفوس کل کشور تشکیل میده، ما یک وابسته هستیم به یک مهینیت که یک شخص اونجا هست که نمیتونه از ما نمایندگی درست بکنه. بنابراین حکومت وحدت ملی افغانستان سهمیه بندی ها را از میان جوانان باید برداره. در قسمت موضوعات اقتصادی جوانان که پیشتر هم کم اشاره کردیم، باید کارهای چشمگیر و قابل ملاحظه را در روی یک مکانیزم، روی یک پلتفرم مشخص روی دست بگیرن. و در قسمت از اینکه موضوعات تحصیلی و موضوعاتی که مربوط میشه به زندگی آینده یک جوان، حکومت وحدت ملی باید نقش قابل ملاحظه خود را ایفا بکنه. متاسفانه ما شما امروزه همه دنبال دانشگاهی هستیم که یا دانشگاهی یعنی که خصوصی یا دولتی، اما دنبال تعلیمات مسلکی نیستیم. در افغانستان چند روز قبل جناب معین صاحب وزارت معارف به این موضوع اشاره کردند که هیچ کس علاقمندی خاص نداره به تعلیمات مسلکی و ما ضرورت هم داریم به این قسمت. بنابراین خیلی خوب است که جوانان سوق داده شوند به رشته هایی که تا به حال علاقمندی نداشته اما در جامعه خیلی ضرورت است. در کل برای جوانان افغانستان وقت بیشتر باید داده شود. در تمامی قسمت های حکومتداری و در حکومت وحدت ملی افغانستان و آنچه در اخیر منعیس یک جمله باید بگویم، اویی که موفقیت تمام حکومت وحدت ملی وابسته به مشارکت جوانان کشور است. در نبود مشارکت جوانان کشور، حکومت وحدت ملی را شما اگر نمره بتین صفر باید نمره بتین و حکومت وحدت ملی در نبود مشارکت جوانان کشور ناکام خواهد. آقای خالد رامزی، رئیس عمومی حرکت سپید، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تشکر از شما بینندگان عزیزم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه دوباره ما را تعقیب بکنین.